این چیه؟ چیه؟ این دستگاه چیه؟ این قرار بود تو توضیح بدی چیه؟ اوخ یادم رفت. این دستگاه جوش میگه که به خاطر گاز CO2ی که توش استفاده میشه به دستگاه جوش CO2 هم معروفه. کار کردن با این دستگاه خیلی راحت تر از جوش برقه. الانم مصطفی بهتون دقیقاً یاد میده که اگه یه روز دوست داشتین همچین دستگاهی داشته باشین باش چیکار کنین. اینو نگاه کن. این فیلرشه. بذار خاموشش کنم صدامون بهتر بیاد. در اصل این سیم جوششه. سیم جوش آهنه. حالا خاموشش کردی من چجوری اینو توضیح بدم؟ خب دوباره روشنش می‌کنیم. اونو توضیح دادی تمام شد روشن کنم. خب نه این گفتم که این سیمش از اینجا در میاد. آها خب. سیم آهنش. الان روشنش. نصفش سفتاده آهنه در اصل. بعد وقتی اینو دکمه‌اش می‌زنی سیم از اینجا در میاد. اینو بگیر اونو بگیر راه میچرخه. پایین از این تو این هولش میده بیرون. سیمش که میاد بیرون گاز CO2 هم از دور این میاد. در از شیلدشه به جای گل جوش که هست دیگه گل نداره خیلی جوشش تمیز درده. خب لطف میکنیم برامون یه جوش بدیم ما ببینیم آی. خب اول باید تنظیماتش رو نگاه کنیم. نگاه کن این دوتا تنظیم بیشتر نداره. یه تنظیم سرعت سیمه سرعت سیمه اینم آمپرشه. یعنی آمپر زیاد کم میشه، سرعت سیم هم زیاد کم میشه. خب اینا چیه پس؟ خود ما این دوتا دکمه ها اون دوتا دکمه این دکمه ها رو که میزنی همجوری فقط سیم در میاد، چیکار نمی کنی؟ واسه این عکسه چیه اینجا؟ اون عکسه رو ولش کن چیز خاصی نیست چیز بدی نیست. آها یه خور غلط انداز. خب این برای که یه چیز رو جوش بدی باید آمپرش تنظیم باشه، سرعت سیم به نسبت آمپرت باید تنظیم باشه. اول نگاه میکنی ضخامت کار چیه؟ به نسبت اون ضخامت باید بتونی سرعت سیم و آمپر رو تنظیم بکنی. اما بذار من یه بکنم اینا رو بذار کنار هم دیگه. به صداش باید گوش کنی. البته تمیز بودنش هم خیلی مهمه توی این رو جوش. آره خب مهمه. آره بعد دنبالت نکردم برای جوش کاری. اینو یادت باشه همیشه تو جوش کاری دنبالت نکردم. میتونی یواش یواش جوش بدی. لازم نیست همه حتما از سر تا ته جوش بدی. اینو بگیر. الان ما آمپرم تقریبا با سرعت سیم هم تنظیمه. الان جوش میدم صداش رو نگاه کن. نه برو خب الان چیزی که معلومه اینجا من آمپر رو یه ذره به نسبت زیاد گرفتم. خب دلیلش هم بگو دیگه، بگو که بدونم. نه، میخوام مدلهای مختلفش رو نشونت بدم. مقایسه میکنم. الان آمپر خیلی زیاده. خب سرعت سیم به نسبت آمپر کم. میبینی هیت قطع میشه. آره هیت دفت نمیرسه. خب سرعت سیم زیاد باشه فقط اینجوری میشه یا کم هم باشه اینجوری میشه؟ نه حالا کم باشه آمپر رو کم میکنم سرعت سیم رو زیاد میکنم. خب قبلش هم که همین بود دیگه. نه یه چی دیگه بود. نه 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 زیاده میزنه یا دیگه قبل نمیده. آره باشه این شکلی میشه سرعت سیم زیاد آمپر کم. حالا آمپر اندازه سرعت سیم اندازه. اینجا رو نگاه کن. اینو تو بسید کنیم؟ با کنم؟ صدا تو میان بسید کنیم؟ آه صدا شاره سمتی من دارم برعکس میرم. من اینا رو باید روش برم. یعنی این شکلی باید برم. میبینیم از موقع که گیر میکنه یه گیریس داره. ما بزنیم تو گیریسه که داخل این چیز نگیره. البته اسپریش هم هست اگه دوست داشته باشین میتونید از اسپریش استفاده کنید.
نگاه کن این همیشه جوشه رو دنبالت نکردن، لازم نیست چیز کنی، این شکلی هم میتونی جوش بدی اگه دست سری نباشه. من هی قرب کنیم بعد رو بدیم تنظیم بکنی که زمان بیشتری رو برق کلفته باشی و زمان کمتری رو برق نازک. نه برق نازک هم اگه داغ بشه سوراخ میشه. خب یه نکته دیگه هم که مهمه توی جوشکاری با این دستگاه اینه که چون مفتول از داخلش میاد بهتره تورچتون سر راه تای شدید نخوره و صاف باشه. بعد حالا اون پترن جوشکاری، یعنی مسیری که شما موقعی که میخواین جوش بدین روی قطعه بیاین و اون صفحه میاری با ترش خاموش توضیح بدی؟ این شکلیه شبیه سیه انگلیسیه، یه مدل شبیه سیه، یه مدل شبیه سی دیگه. اره. حالا باز پترنای مختلفی داره ولی بهترین و راحت ترینش همینه که میتونین ازش استفاده کنین. یه تنظیم دیگه هم راجع به شدت گازیه که خارج میشه از خود تورچ که اونم مهمه که بدونین گازتون کم و زیاد نشه. آره گازش اگه کم باشه جوشه رو اونجا میدونین که خراب شده. خب یه چی دیگه باید اندازه باشه؟ نه دیگه حالا اندازه شو بعد هم بهتون میگیم چقدر باشه. با این رگولاتور میتونید تو... نگین؟ آره برین سرچ کنین دیگه اصلا امتحان کنین سرچ باید دستگاه بخرن امتحان کنن. خود این تورچ هم سایزهای مختلفی داره که الان این سایز بزرگشه. آره سایز نه. سایز سیمش 8.5 سایز خود دستش. دستش که مهم نیست که اون یه جایی بالاخره راحت تر میشه باش کار کرد، کوچیک‌تر باشه دیگه. اون رو شکن. شکن اینا رو من جوش داده بودم کثیف بود، حالا سنگ گرفتیم یه بار دیگه جوش داد. اتصال نداره. آها. بدون اتصال جوش نمیده. اینجا میتونی باز اون دوتا دکمه رو توضیح ندادی چی بودن ها؟ این دوتا چی بود؟ موتور اسپید کدوم؟ آن و آفیه؟ دکمه نه اینو میزنی فقط سیمش میاد بیرون. فقط سیمه فقط سیم میاد بیرون. اینم میزنی این شکلیه، اگه جوش بلند مدت بخوای بکنی مثلا یه چیز خیلی طولانی رو بخوای جوش بدی یه بار دکمه رو میزنی شروع میکنه وصل شدن تا زمانی که دوباره بزنی یه بار بزنی قطع شد. دستگاه دیگه تنظیم دیگه هم دارن علاوه بر این؟ سه چیزا اضافه تر دارن ولی کلا همینه. اهمیتی داره خیلی برای جوشکاری اینجوری؟ جوشکارش باید جوشکار باشه دیگه. جوشکاری که جوشکار نباشه جوشکار نیست. خب حالا اینم آموزش میگ بود یا آموزش که نمیشه گفت، حالا یه بودن آشنایی شاموزش با دستگاه تیگ هم بعدن دوباره براتون میگیریم میذاریم. دستگاه تیگ یه خورده جوشکاری باهاش سخت‌تره، یه خورده که در واقع خیلی سخت‌تره و کلاً داستانش فرق می‌کنه. حالا بعداً اینم براتون می‌گیریم می‌ذاریم. جوشکاری می‌کنن دو تاشون دیگه. آره جوشکاری می‌کنن. برای یاد گرفتن جوشکاری میگ چند روز لازمه؟ دو روز. دو سه روز. برای جوشکاری تیگ چند روز لازمه؟ یه ماه. سه ماه. سه ماه. آره. حداقل. حالا رفتی ندارن اینا به هم
چیزم بگیم که آلومینیوم هم میشه با این دستگاه زد، فیلر آلومینیومش هم وجود داره، سیم آلومینیومیش باید گازش آلبوم باشه. آره گازش تغییر کنه، دستگاهش هم باید بتونه برای آلومینیوم چیز داشته باشه، ای سی داشته باشه. من ولی با چیز تست کرده بودم خوب تمیز در نمیاد ولی باز میده. آره. اگه ای سی نداشته باشه جوش نمیده. آره. چون اینا دی سی ها. دی سی فقط میتونه چیز جوش بده. استیل جوش بده و آهن. خب روی این تنظیم میبینید که اینجا نوشته دی سی، اینجا نوشته ای سی، میتونید با این تغییر بدین. آره، ای سی آلومینیومه. دی سی هم استانلس استیل و برای چیزای دیگه است. بله. خب بله خودت کاری با دوستان نداری؟ خدافظی میکنی؟ خدافظی میکنی؟ خدافظی میکنی؟ از این برای مثلا دستم مستم خدافظی.